أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر الإسلامي مؤمنين خدا أماتم وخونة خدا خشم. طبق سلسلة بحثانون ما و شما رسیده بودیم به سوره بقره آیه رقم 281 پاره سیم قرآن. سوره بقره همه ایشون نسبت این سوره معلومات های زیاده داریم و خیلی و خیلی مسئله های مهمه در این مبند ما صحبت کرده بودیم. اومده بودیم بر بحث ربا. خب پیش از وارد شدن و موضوعمون از کتاب بزرگان صحبت های میکنیم تا اینکه ایمان و توفیقمون بلند شود و سویه مسلمانی مون بقوت شود. گفت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اگر در زمان شما زندگی میکنید علمایی که مردم را به سوی خدا دعوت میکنند و به سوی او رهنمایی میکنند و بندگان ضعیف خداوند را از دامهای شیطان علما خلاص میکنند و تمام این علما سبب میشود که شما را از دام ابلیس صفتا خلاص میکنند نجات میتیند. اگر همین خیل علما نمیکردند در زمین شما یگان کلمه گوی لا اله الا الله نمیافتید. این مردم ها کی به کلمه لا اله الا الله نمیارند؟ علما. اگر این علما مور ابلیس اگر نزنند، حرام اگر نزنند، حلال اگر نزنند، حق اگر نزنند، این علما برای ما برنامه های مشخص قدی صحبت نکنند، ابلیس قدی فرزنداش در این زمین بهت زیاده. اگر اینو نکنند میگه سهمی ایو نمیشه در زمین شما یکان کلمه گوی لا اله الا الله محمد رسول الله نمیفته. این زمین به پررگی همه در کفر میرفت. این سهم علما های که مردم نور پیدا میکنند، این سهم علما های که مردم صفی نماز میبیاد، این سهم علما های که پدرها قرب پیدا میکنند، مادرها قرب پیدا میکنند، حرام و حلال مشخص میشود، هر یک چیز احترام خودش میآورد. این همش برابر برادرها وظیفه و همه این خدمت علما های. اگر علما این کار را نمیکرد هیچ کس نگه به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نمیمون، این زمین فساد میشه باقی نمیمون، مگر که همه این مردم از دین خدا باز میگشتن. چگونه ای که موسی علیه السلام مردم از اسارت خلاص کرد، از غلامی خلاص کرد، فرعون به دعای موسی علیه السلام نابود شد، آمدن زمین مقدس، ای آسمان ریسک میریزد، از زمین ریسک میبرو، بالای سر شمانده سالهاش قدی ابر میستد که مومنین خدا به سایه نماند. در 40 روز موسی نبودن مردم با خدا میگرده و گوساله پرست میشد. اینمین قدر مسجد میگیم، خدمت میکنیم، منبر میگیم، میگیم یک هفته مردم به دعوت مسجد موندون نیمینو به نماز میشن، نیمینو به خدا میشن، نیمینو به روزه میشن، نیمینو به نماز میشن. معلومه که منبر خوبه یا نه؟ دعوت خوبه یا نه؟ در 40 روز نبودن موسی علیه السلام به میدان میبیاد نسل ابلیس سامری، چیلای قیامت هم میگیرن، گساله را راست میکنن، از این بر و این بر گساله سوراخ میکنن، شمال میبیادر این گساله میدرو، گساله صدای هوست میکنن، میگه هادا اله حکم، این همینه خدای شما و اله موسا، این همین خدای موسا هست، سجدش کنید. همه میگه در همین حالت در سجده رفتم که آن روز بنی اسرائیل چند صد هزار بودن عزیزان. ای همین قدر انسان میگه انا همین قدر سجده نکرد، انا همین قیه همین میگه بیمون شد.
نگویم که تیلا نجات های، نگویم نفت نجات های، نگویم تکنولوژی نجات های، نگویم دلار یورو نجات های، والله قسم به خدا علما نباشه که اینو ما را کافر میکنن، این امینو ما را به ایمان میکنن. در یک دقیقه موسی نبدم انا میخوام معجزه و نعمت دیدیم با یک کلمه این ابلیس مردم های دین خدا میگردن. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سخن شبینیم چی میگن؟ این علماء شما را ایدام ابلیس خلاص میکنن، این علماء به خاطر شما محبس میرن، به خاطر شما عذاب میکشن، به خاطر شما از بحر زندگی همه لذت میبراین تا اینکه مردم از کلمه شهادت نگریزن. این وظیفه علماء، این علماء که برای ما اوشنا آینده بینی میکنن، برای ما اوشنا حق حلال اگر میزنن، برای ما اوشنا حرکت های را گم میزنم که مال تاریخ را نگاه میکنم. چیه این تاریخ؟ پدرمان ابراهیم پیش کعبه می بیاو کعبه را می سازه و دعا میکنم پروردگارا از پشت من نسلی را به دنیا بیار که برای اهل ایمان ایمان باشم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفتیم من دعای بابام ابراهیم را بالای سرش مودم. تاریخ دیده فکر کردن در کنه، کسی تاریخ فکر کرده کار نمیکنه، کسی فکری غمی نبیرش نمیخنه، غمی عبیرش نمیخنه، غمی پوشش برای ایمان و توفیق نمیخنه و ایمانشون ضعیفه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفته اینها اگر خدمت نمیکردن این مردم از دین خدا میبرامد میرم در زمین کلمه لا اله الا الله گوشم و نمیفته. همه این خدمت علماء هست، ولی این علما تمام این لجام دین مردم در دستشان میگیرند، به خداها را به سوی خدا میبیارند، ماها را به سوی توفیق میبیارند. اینها نفران هستند که چه خیلی کشتیبان رولی کشتی را میگیره و مردم را نجات میتیه، این علما را لجام اخلاق ایمانی ما دستیارند. اینا کشتی حیکنی حیات ما هم. حضرت گفته این علما کشتی هایی کنن، چگونه که کشتی را روش اگر این خلطاتی راهبرش کشتی بر می روید، اگر این خلطاتی ای بر می روید. این علما هایی که زندگی ما را لجامش باید در دست علما باشد. فخری رازی در تفسیرش آورده گفته پسر بچه این میده اگر به بین شارع کوچه حرکت کرده رفتم گیره دستش در دست پدرش باشه گفته همه در زوری میکنن، سگ در زوری میکنن، اسب در زوری میکنن، آدم در زوری میکنن، چرا زوری میکنن؟ دستش در دست پدرش هم هی دلش پره. کدام وقت گفته دل انسان ها پر میشون با اون شرط دستشان در دست حبیبشان باشن، دستشان در دست پیغمبرشان باشن، دست در دست پیغمبر باشن، دست در دستی دین رسولت باشه، دست در دامن رسولت باشه، سنت رسولت قب قسم وقتا تمام همه در زیج کم حرکت کرده رفتن میگیرن که من خود درک بریم دلت پر را. این علماء میگه شما را مثل انمی زولانه های کشتی را راندن شما را در حیات راست میکنن. اینها در نزد خداوند بزرگ بهترین مردم خدا هم. ای همه بهترین کیا بنا رضی الله. خواب علما به از تحجد عوام های انم علما خواب های بلاش عدیال پوشیده ای تو انم شما میخواد هشت رکعت تحجد میخوانی سنت رسول های انم خواب علما از آدم عوام خوابش ای تحجد عوام بلای نزد خدا دار. ما دین ای که یاد میگیریم، او این ای که یاد میگیریم. ای علما، علمای عظام پیش حضرت امام ابو حنیفه رضی الله عنه می بیایم میگن حضرت علمای عظام کیه؟ میگه علمای عظام کسی هسته که دینش بر کجاش غلبه کنه، دینش بالای دنیاش نباشه، عقلش بالای چیش نباشه که حضرت نفسش نباشه، آخرتش همیشه در بین دو دیدنش باشه، به خاطر دین خدا و رسولش و آینش
از یگان چیز وهم ترس نداشته باشم. تمام عذاب و شکنجه ای که برای دینش بین سرش می بیاید ایره تاج دانم و اما برای مردم سپری بلا باشم. امروز چقدر در ایمان ها هجوم می شود، امروز چقدر در عمل هجوم می شود، امروز چقدر در عبادت خانه ها هجوم می شود برای که علما به ناموس هم. علما اگر ناموس داشته باشند اینها باید سپری قوم باشند. انا ایره علمای عظام میگم، اینه علمای حقانیت حقگو میگم، زیرا اینکه اینها بچه خان رسول الله هم، اینا میراثبر علم رسول هم، اینا علما هم، این کواکب زینت فی السما، این علما زینت فی الارض. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ستاره و آفتاب و ماهتاب زینت آسمانند، زینت این زمین علما هست. اگر علما نباشد دنیا تاریک می شود. حضرت علی را پرسیدند علما را مثال دیار، گفت علما مثل آب هست، آب نباشد دنیا چرکین هست، علما نباشد مردم به ایمان هست. حضرت فرمودند اینا بهترین انسان ها در نزد خدا هست. فما بکد علیهم السماوات والارض، انسان هایی که قصر کردن، کوچه ساختن، شهر ساختن، بحر ساختن، کیم چی کارهایی نکردن، همین روز از دنیا گذاشتن، کسی برای او گریه نمیکنن، اما برای یک علمای دین از دنیا رفتن 40 روز فقط زمین گریه میکردن که ای تصویه و این دنیا بودن، ای صحبت و این دنیا بودن، از تسبیح و ذکر و قول و آبادی و پشت دنیا آباده. برای همین برادر و زینت این زمین علما هست. در وقت مرگشان امیرالمومنین صدا میکنند یا عبدالله، ای عبدالله پسر عمر، این حضرت میگه بچه شجاشون میخیزن لبای پدر جون، بی قراری نکه بچم در تقدیر تنته، اگه تقدیری موده بوده که مرا تیغ زدم، فریاد کن عبدالرحمن ابن عوف پیشم بیاید. می بیاید ابن عوف، تو بسیار هوشیارترین صحابه ای، نصیحتت میکنم تا نماز عصر من نیستم در بین شما دیگر، جمع شوی 6 نفر نامبر میکنه همه تان بیای خلیفتان تا عصر معلوم کنی که من در بین شما نیستم، این نصیحت ما گوش کنی. مظلوم همیشه دست شگیری نسبت زنها احتیاط کنی، فرزند امانت الهیه نسبت و احتیاط باشی، شهرها را آباد کنی و داد مردم برسی، نمانه که ظالم بالای مظلوم دلین گردانه، نمانه ای را در همه ای جا با قانون مردم اداره کنی، علما را خوار نکنی، کسی علما را خوار کرد خدا و سرزمین را خوار میکنه، علما را نزنی خوار نکنی، عبدالله بچم علما را خوار نکنی، کسی را خواهی که سرزمینش خوار شود و علماش خوار میکنن. این نصیحت امیر المومنین لحظه هایی که جان های بدنش میمروید، این نصیحت ها را کرده. دویوم از تیب نبوی، از تیب هند، ای تیب سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، همین قدر گفته زیاد عشق ریزی خداوند شما را از غم خلاص میکنه. در تیب نبوی انسان ها گفته از عشق ریختن خیلی دورم، عشقاشون که نمی ریزن همو غم و اندوه و ابری که در آسمان زندگیشون های همیشه اونها را کسل میکنن. ابر اگر بار هوا صاف میشده انسان گریه میکرده سبوک میشده، چکار کنیم؟ گفته حکیم جالینوز گفته زیادتر پیاز تازه کنی، پیاز تازه کردن هم یک نمود گریه. پیامبر ما میگه گریه کنی سبوک میشه، تیبی این بوده گریه کردن نمیتونی پیاز تازه کنی، پیاز چشم آدم سرغاب میکرده، زیرا عشق میریزه، لیکن شما از تیزی و اذیت میکشه،
اما میدونه که چی فایده داره؟ اگر شما فایده عشق قدی تیزی پیاز میفهمیده، هر روز شما با پیاز مشغول میشده. چرا؟ یکم گفته ذهن و خاطره را قوی بکنم. دویم گفته اصلا انسان هایی که عشق میریزن یا با واسطه پیاز عشقاشون را بیرون میکنن کور نمیشون. چشم های اینها در پیری یا رقم نمیتید، مغزی سرشون تازه میشده. مغزی سر چی میشده؟ تازه میشده. چشم برق میدوده. تیبی نبوی صحیفه 83، تیبی این جلد 2 صحیفه 64، تیبی سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای گیری و ریزاندن آب چشم. شما به حال یادمه که آب چشم داره، کسی آب چشم میداشته و انسان از بسیاری درد خلاص میشده. اگر آب چشم نداشته باشی عزیزو، پیاز آب چشم نمیپرورده. چقدر با پیاز مشغول شد گفته که آب چشمت برایم، همین قدر آب چشم برامده زهری آدم کم میشده، سری آدم تازه میشده، عصبی آدم تازه میشده، آدم بیماری چشم نمیشده، ذهن تازه میشده. از همه چیزی بزرگ همینه که سر انسان چیرکش میرفته. تیبی نبوی، تیبی هند، تیبی سنتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفتیم کودکا را با پنج جهت دوست میدارم. با چند جهت؟ پنج جهت. اگر همین پنج جهت در کلام ها میشد که اونا اولیا میشدن. اگر همین پنج خصلت گفته در کلام ها میشدن، پنج خصلت کودکا، اینا اولیا میشدن. گفته چیه؟ گفته یکم دایم و اینها چکار میکنن کودکا؟ گریه میکنن. گریه گفته اگر کلام ها میکردن این خاص اولیایی رو بید. فقط در گوهاره در میدنگی تا کلانه کودک چکار میکنن؟ گریه میکنن. گفته بنابرامی سبب اگر این را کلان ها میکردن، گفته اینها چی اولیا میشده. گفته این دویوم ریسم را که حاضر میخره فرد داشته پروانه داره که ایک جمعه بیو. همین نونکش هم میخره نمیدونه ایک جمعه بیو. اگر در با کاسش پره در سرخانش پره. همین گفته در کلان ها میشد گفته نشان های اولیا الهیه. سیوم گفته اگر اینها جن نگه کردن یک سربت اشتی هم بود. همه کودک ها را بینن یک شلخان میشه و پگه یکم. اگر کلام ها میخیل میشنند فیل اولیه ها را داشتن. سیوم گفته اگر اینها بیمار شوند با کسی شکایت نمیکنند، درد کی میبردارن؟ همین قدر حرارت بلند دارن با همو تخواه در حرارت میسوزه اوف اوف نمیگم. هم خیلی اگر همین در برداری را کلان میداشت بوده اولیای خدا میشه. گفته اگر همین قدر این آدم لباس تازه هم که پوشانده طرف چی میدوام؟ همین بهترین لباس برای کودک پوشان یکم دریلوی میدوام میدرویم. برای اینا خاکساران کبر بد میبینم. اگر در کلان هم کبر بد میده اینا اولیای خدا میشنم. پنج خصلت اگه در کودک بوده در کلان ها میشن اولیای خدا بودستیم. یکمش گریه. گریه انسان تازه میکنه. گریه انسان زنگ شدور میکنه. عقلش رسا میکنه. ذهنش بلند میکنه. گریه کرده نمیتونه که تای جولی نوز پیاز توزه کنیم. پیاز توزه کنیم بگم پیاز زنگ ده ایک اوهای چشم ریختن گیرم. همه که زیاد برامد ده همه قدر عقلتون بلند میشود. همه قدر چشمتون روشن میشود. این سخنهای جناب پیغمبر موافقت با تیب هند و موافقت با تیب نبوی. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت الرؤوف الرحيم. پروردگارا ما شما را برای راست هدایت کنم. از آفت بلا کلفت ما شما را خداوند نگهبان شوند. عاقبت به خیری را در خاندان ما خداوند زیاد گرداند. اتحاد همبستگی صف ما را خداوند قوی کند. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.